سلام، بیننده افغانستان 14 ساعت از شبکه جهانی یک هستید. حمله اسرائیل بر ایران، از تنش در منطقه تا چشمانداز نظم نوین جهان. بامداد امروز جنگنده های هوایی اسرائیل ایران را مورد هدف قرار داده و به چندین مرکز نظامی این کشور حمله کردند که به گفته مقامات و رسانه های ایرانی چندان موفق نبوده است. حمله تازه اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی یک ماه پیش ایران انجام شده و هرچند متحدان اسرائیل از این کار همپیمانشان دفاع کردند، کشورهای منطقه شامل چند کشور عربی اما آن را نقض حاکمیت ایران و قوانین بین المللی خوانده محکوم کردند. در حالی که آتش اسرائیل در سوریه، لبنان و غزه همچنان شعله‌ور و آوارگی در بالاترین میزان خود است، حملات مستقیم ایران و اسرائیل بر همدیگر تنش در خاورمیانه را به اوجش رسانده است. اما پیامد این حمله چیست؟ آیا آغاز جنگ تمام عیار یا پایان قدرت نمایی دو کشور؟ من رشاد زریر هستم و در برنامه امشب بعد دنبال پاسخ های این پرسش و پرسش های مرتبط خواهم گشت با حضور آقایان سید عبادالله صادق، آگاه سیاسی، که در استودیو تشریف دارند، و همچنان دکتر سید زاکرشاه سادات، آگاه روابط بین الملل، که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. مهمانان عزیز، خوش آمدید. و آقای سادات، آنگونه که اسرائیل ادعا کرده بود که حملات ما بر ایران مرگبار و دقیق و تعجب آفرین خواهد بود، آیا این گونه بود و ارزیابی شما چی است از حملش بر ایران؟ سلام و درود خدمت شما، خدمت سید عبادالله و همکاران تکنیکی شما، بیننده محترم شما. ببینیم، در کل جنگ گل به بار نمیاره جز بربادی، و اینکه کی آغاز کرده از ابتدا نتایج شما در فلسطین و مردم مظلوم فلسطین دیده. بنابراین از این حرف های بلند بالا هر طرفی که میزنه بیشتر منشه تبلیغاتی داره، نظر به اینکه تا حقایق از ساحه بیرون شود. درست. اسرائیل هم آن قسمی که میغورید نتوانست بباره، و خب تا به حال که ما متعقل هستیم تصاویری که در سوشیل میدیا ظاهرا بیرون شده، کدام تخریبی به خصوص در کشور ایران ما نمیبینیم. و در کل جنگ وسعتش به نه تنها که به نفع کشورهای منطقه نیست، بلکه به نفع جهان هم نیست. و در قسمت افزایش از این مسئله فقط تلاش به خاطر ساحه نفوذ است و ساحه قدرت خود و به اصطلاح زورنمایی و باجگیری. در کل مردم مظلوم متضرر خواهد شدن و خلاف تمام قوانین و نرم های بین‌المللی است. درست. شما فرمودین که آنگونه که میغورید حمله نکرده، به نظرتون چرا؟ آیا تواناییش را داشت و یا ای که نگران از تبعات سنگینترش بود اسرائیل؟ من فکر نمی کنم که هنوز به اون شکل که بعد از قدرت خود استفاده کرده باشه، فقط خواسته یک بچه ترسانک بکنه و به این اصطلاح عام مردم ما و شما، با این بچه ترسانک ها ایران امروز عراق دیروز نیست و ایران دیروز هم نیست. این همه کشورهای منطقه هم میفهمند، خاصتا اسرائیل و حامی های اسرائیل هم میفهمند. ولی چرا آغاز به همچه کار کردن؟ چون نمیخواهند که ایران هم به قدرت اتمی دیگه در منطقه تبدیل شود و گویا سبا تنها خودش باشد سخنگوی هر هدفی که داره در منطقه. درست. او خاطر کوشش میکنن پیش از پیش به اصطلاح اینا را با جنگ تضعیف بسازن و نتانن حامی اهداف بود. درست. آمریکا ادعا کرده، یکی از مقامات آمریکا، که به توصیه ما بود که حملات اسرائیل بر ایران محدود شد. فکر میکنید اسرائیل واقعا هر قدمش را در راستای توصیه های آمریکا بر میداره و برداشت اخیرا هم؟ ما دیگه شک نداریم که اسرائیل ساخته شده توسط انگلیس ها و امریکایی ها با یک پروژه مشترک در اون منطقه، موازی با او کشور به نام پاکستان در سرزمین های بیگانه ساخته شد.
مانند اسرائیل و به خاطر اهداف همینا در اونجا کار میکنن و در این جای شک نیست که پروژه های جنگی تحمیلی را اکثرا در تمام خاورمیانه و به شمول افغانستان توسط آمریکا و انگلیس ها رهبری شده و این هم طبعا پروژه اونا هست. درست. همزمان با حملات اسرائیل به ایران، حملاتش به سوریه، لبنان و غزه همچنان ادامه داره. ارزیابیتان از اون طرف خاورمیانه چی است؟ فکر میکنید اونجا چه میگذره و در معادلات منطقه‌ای بین این دو قدرت درگیر چرا تغییر میده؟ خب کشورهای ضعیفتر را بیشتر صدمه زدن، به شمول لبنان، به شمول غزه در فلسطین که مردم بسیار بی‌گناه در اونجا به حساب نزدیک به 47-48 هزار انسان، طفل، مرد، زن به شهادت رسیده و هذا القیاس سوریه را با حملات متداوم از سالیان متمادی و هذا القیاس در عراق، این جنگ هایی است که از سالهای تقریبا چندین دهه به این طرف جریان داره و اونا تضعیف شدن و ایران از این ناحیه کمی به اصطلاح بیغم بود و تانست خود را در حد برسانه که بتانه حالت دفاعی خود را داشته باشه و همزمان کشورهای دیگر هم تا حدی که امکان داشت به شمول فلسطین و لبنان کمک کرده. سپاس. بنابراین حال در تجسس از این هستن که ریشه های اصلی را به اصطلاح که در کشور ایران باشه بخوش کنند. برمیگردم به شما. خیلی ممنون. تشکر. آقای صادق، نگاه شما چی از آنچه در خاورمیانه بین ایران و اسرائیل میگذره؟ هرچند ایران گفته که سامانه دفاعی ما بسیار قوی بود و تانست این حملات را رهگیری بکنه، اما در سطح سیاسی و دیپلماتیکش آنگونه که آقای سادات میگن ظاهرا هدف از حمله در ریشه‌اش آنقدر بزرگ نبوده و فراتر از آنچه که تبلیغات و بزرگ نمایی میشه نبوده و فقط آنگونه که ایجاب میکرده یک قدرت نمایی شده و انجام شده. شما چه فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ظریف صاحب، با شما، با جناب سادات صاحب، همه بیننده ها و شنونده های تلویزیون یک سلام و عرض ادب دارم. بخیر باشین. ببینین موضوع اسرائیل یا فلسطین یا بیت المقدس هم ریشه بسیار تاریخی، پس منظری بسیار دور داره که حتی گفته میتونیم اضافه 3000 سال زمانی که تاریخ به قلم آورده نشده بود، یعنی استبلش تاریخ وجود نداشت. انبیاء علیه السلام تاریخ استبلش یا چیزی که نوشتاری شده او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است که عصر قلم است، عصر کاغذ است و عصر امو اطلاعات جمعی ابتدایی است. مردم قلم هم میشناسه، کاغذ هم میشناسه، چیزی را که میبینه با تحریر در میآوره. با اون خاطر ما میتونیم که بگویم پیامبر اسلام در کجا پیدا شد، چی وقت هجرت کرد، چی وقت مثلا در کدام منطقه جهاد کرد، نبوت با کجا بالاخره پیامش داده شد و همه ای گپ ها. بر صورت میم سر ازی که یقینا از طرف خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان، در تورات، در انجیل، در هرمه کتاب های قبلی و پیشین و صحیفه ها دو جای بسیار مقدس خداوند چی کرده؟ خودش به امر خود توسط انبیاء علیه السلام و دستای مبارک انبیاء پایه گذاری شده، یکی بیت المقدس و یکی هم بیت الله یا مکه معظم که کعبه است و قبله ما مسلمان است. این دو جایی است که توسط حضرت ابراهیم علیه السلام بنیاد گذاشته شد. در یک جای قوم بنی اسرائیل آباد میشه که او سرسبزترین نقطه است، کنعان وقت، فلسطین امروز، و یک جای دیگه وادی غیر ذی زرعه در قرآن ذکر شده. این کدام وادی است؟ این عربستان سعودی است که در اینجا وادی است که زراعت نمیشه، یعنی وادی است که در اینجا باغ و باغداری و مالداری و گپا نیست، غیر ذی زرع است، حتی آب نیست غیر از یک چاه. دیگه در این دو جای هر دو پیغمبر میبخشن، امی پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام این دو جای بنیانگذاری کرد و این دو مرکز توحید و رسالت و دعوت بوده در امون زمانش و تا حالی هم اصلا می رقم.
خب بر صورت اگزی گپ تاریخی اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها هم به همین استناد میکنن که به همین استناد میکنن میراث‌دار او میدانن. بله بله، اینا استناد از این به است که تا مدت زیادی خدا در می جواباد بودن، بلکه توسط حضرت موسی علیه السلام بعد از 40 سال به اینجا آمدن، در اینجا آباد شدن. به اول لحاظ اینا فکر میکنن که اصلا جای از ماست در مقابلش فلسطینی های وقت که بسیار یک قوم قوی بودن، در مقابل از اینا جنگیدن، حتی نمیخواستن که اینا داخل جشن. یعنی میخواید بگید حملات امروز اسرائیل و ایران علیه هم جنگ بین کفر و اسلام است، آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی میگن؟ حتی کفر اسلام چی میکنی که جنگ در یک محوطه مقدسی که هر دوی ما را مقدس میگیم، هم مسلمان ها بنی اسماعیل و هم بنی اسرائیل، اونا همی جای مقدس میدانن، جایی را که بیت المقدس و یا هیکل سلیمانی. پس بین ایران و اسرائیل کدامش از نظر شما حریم یک دیگر را نقض کرده یا به هم دیگر تجاوز کرده؟ ای اگه بگویم جنگ بین دو بچه کاکاس اگر تو یک کمه که واضح تر بگویم، به خاطر که هر دویش پسر کی بودن؟ اسماعیل علیه السلام و حضرت اسحاق علیه السلام، پسران حضرت ابراهیم علیه السلام. درست. حالا ایران و کشورهای عربی، حتی بعضی از سیاستمداران افغانستان، بعضی از سیاستمداران محکوم کردن این حملات را و اسرائیل را متهم به تجاوز در حریم اسرائیل کردن. فکر میکنید اسرائیل چقدر حق داشت در واکنش به حملات موشکی ایران این حمله را انجام؟ علتش چی بوده؟ بازم برمیگردیم به قرآن عظیم شان و پاره 15 سوره اسراء، یا یک نام دیگه‌اش بنی اسرائیل است، که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ببینین اگه اشاره است، از مسجد حرام ما پیغمبر را گرفتیم و به مسجد اقصا چی کردیم؟ انتقال دادیم. و این جایی است که جای پربرکت و حتی ما حوله، ما حول از اون پربرکت است. بنان این یک نکته عطف است در تاریخ. اجازه بدین تفصیل پاسخم را بعدا از شما داشته باشم. برمیگردم با شما. تشکر. و آقای سادات، فکر میکنید، همین پرسش از شما دارم که به لحاظ تعهدات بین المللی و قوانین حاکم بر نظم امروزین جهان، کدام یک از دو کشور بیشتر متهم میشن به نقض قوانین بین المللی یا تجاوز در حریم یکدیگر؟ آیا اسرائیل متجاوز به حریم هوایی و تا حاکمیت ارضی ایران هست، یا آنچه ایران را متهم میکنه از حمایتش از نیروهای مقاومت و اینها، ایران از نظر شما نقض کرده؟ ببینید، همونطور که جناب آقاس اشاره داشتن، از لحاظ ریشه های تاریخی و از لحاظ از اینکه اینا ارتباطات خونی با هم دارن، به جای شک نیست. ولی وقتی که جهان تقسیم بندی شد و توسط امی استعمار تقسیم بندی شد و به حیث کشورهای قبول شده پذیرفته شد حدوداتش، به اون خاطر نزاع اصلی از اونجا آغاز شد که اسرائیل در اونجا دیگه وجود نداشته و اسرائیل رفت تا 6 سال میشه که متوالد ساختن در اینجا آوردن و به اصطلاح مسکن گزین ساختن. قبل از این دیگه در این منطقه اسرائیلی وجود نداشته، یعنی وقتی که تثبیت شده بود در اینجا دیگه اسرائیلی ها زندگی نداشتن اصلا، ولی قاد به خاطر اهداف خود آورده شدن در اینجا. من دو مثالش دادم، یکی اینا و یکی مثلا از سرزمین های ما و هندوستان و بلوچستان پاکستان را متولد ساختند، که ما هم با عین حالت مواجه هستیم. نیم افغانستان اوسو اسیر مانده و نیم در این طرف هستیم. به اصطلاح این کشاله ها را قصدن نظر به اون سیاست های سابقی که انگلیس ها داشتن و امریکا هم پیروی از او هستن، تفرقه بیانداز و حکومت کن است. اینا به اساس همون تفرقه انداختن ها تا به حال موفق رفتن، برادر را با برادر انداختن، پسر عمو را با پسر عمو انداختن و خودشان از او بهره برداری کردن. حال هم ما که میبینیم ادامه همون سیاست هاست و اصطلاح اسرائیل در منطقه نه تنها که فعلا با ایران مواجه میشه بار اول است، با اکثر کشورهای منطقه مواجه شده، خاصتا با مسلمان ها ایکشاله های خود دارن در طول 40 سال اخیر. توجیه آقای دکتر سادات، توجیه اسرائیل از این حملات شی است که حملات موشکی یک ماه پیش ایران که 200 بالستیک را به خاک اسرائیل پرتاب کرد، گویی تجاوز خواند و پاسخ داد به اونها.
از نظر شما چرا اسرائیل که حالا خودش را آنگونه که شما توضیح دادید نمیگه و فکر میکنه که قدرت مستقل در منطقه است، چقدر لایق حملات ایران و حزب الله و حماس و بقیه گروه هایی که در منطقه هستند میدانید؟ ببینید، ایران سر با خود این کار را خود نکرده. اگر به حقیقت نظر کنیم، ایران را مجبور ساختن که دست به همچو کار بزنه و در دفاع از حقوق مسلمان ها کار کرده، در دفاع از حقوق فلسطینیا و لبنان و در مجموع سوریه و اینا کردن، چون اینا قبل از اون حمله ور شده بودن و اونا حالت داشتن که دیگه نمیتونستن به اصطلاح خود دفاع بکنن. ایران در دفاع از اونا و در خاک ایران به شهادت رساندن رهبر حزب الله، ببخشیم حزب الله چیز از آقای هنیه، اسماعیل هنیه، او رو به حساب ترور کردن، این دیگه به حساب نهایت چشم سفیدی یا دیده درایی است که آدم حریم ها رو با تمام دیده درایی خلاف تمام حقوق بین المللی اجرا کردن. نه تنها در اونجا، بلکه عین کار را در لبنان هم کردن. بناهن فکر میکنم بیشترین حالتی که ایران را به این تحریک ساخته تجاوزها و ترورهای متداوم اسرائیل بوده در کشورهای منطقه. سپاسگزارتان. بیننده‌های گرامی، وقفه داریم، برمیگردیم. سلام مجدد آقای صادق، بحث قبلیتان را تکمیل کنید و بعد به این پرسش ما پاسخ بدین که تبعات این حمله چه خواهد بود. حالا ایران و اسرائیل طی ماهای اخیر هرچی هم دیگر را تهدید کردند، نه در سطح کلانش اما در سطح اندکترش عمل کردند. هرچی گفتند حمله میکنیم کردند. حالا هم ایران قبل از حمله واکنشی اسرائیل تهدید کرد که اگر اسرائیل پاسخ بده به حمله موشکی ما چندین برابر حمله خواهیم کرد. آیا چنان خواهد شد؟ ببینین ظریف صاحب، اگر بس یاد ما نرفته باشه، خو صحیح است، همه که ما گفتم دو بچه کاکا با هم در منطقه و بعضی موضوعاتی است که فلسطین قبلا دو بار خداوند در قرآن عظیم شان خودش می فرماید، از همین سوری فکر می کنم بنی اسرائیل است یا اسرا، در اوجه میگه که شما فیضا جا وعد الاولا فیضا جا وعد الاخره، یعنی یک بار در یک وقت مقطع زمانی ما شما را مورد حمله افراد بسیار مستحکم و قوی خود قرار دادم و در بار دوم همچنان. این با بنی اسرائیل گوش زد میکنه. چرا؟ بنی اسرائیل قوم منتخب خداوند جل جلاله است. خداوند خودش در قرآن میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. چی مانا؟ مانا این است که حضرت آدم من حیث یک شخص به بعث پیغمبری برگزیده شد و حضرت ابراهیم علیه السلام من حیث میبخشید نوح علیه السلام هم یک شخص بود، یک پیغمبر بود. ولی دفتن وقتی نام حضرت ابراهیم علیه السلام میگیره، چی میگه خداوند؟ شما اولاد ابراهیم، نمیگه ابراهیم علیه السلام، اولاد ابراهیم، که به دو شاخه تقسیم شده بود، یکی اسماعیل علیه السلام و یکی هم حضرت اسحاق علیه السلام یا یعقوب علیه السلام که در این سرزمین آباد شدن. خب این پس منظری بسیار تاریخی هم داره، مذهبی هم داره. بارها یهودی از اینجا کشیده شدن، از احکام خداوند سرکشی کردن، غیر المغضوب شدن، ولد دوالین شدن، این کل گپا شد. در قرآن عظیم شان ذکر است، حتی در تورات و در انجیل در مورد انجیل ذکر شده که ما بر شما گوشزد کرده بودم که همی کار امرایتان میکنم. امرای کی کار میکنه؟ قومی که منتخب باشه خداوند با اونا این کار میکنه و قومی بنی اسرائیل منتخب است، قومی حضرت اسماعیل علیه السلام منتخب است. خداوند خودش میگه هو اجتباکم، ما شما را انتخاب کردیم. امی عربی که فعلا در عربستان سعودی آلی چیزایی که در اوج شروع شده که ما میگیم کفر که از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی، اینا گوشزد است، یاد داشته باشن، نشه که باز بالایشان کسی سیطره خود باز قائم بکنه. با اون لحاظ گفته میتونیم که خب از گازی بسش دیر شویم و به بحث سیاسی بیاییم. یقینا بعد از جنگ دوم جهانی که جهان
چند قطبی شد و در سیطره پنج قدرت بزرگ جهان که عبارت از امو پنج قدرت است که روس است، چین است، مثلا فرانسه است، انگلستان است و امریکا است و یک قاضی بزرگ هم در اونجا انتخاب کردن که من حیث قاضی باید فیصله بکنه، ولی قاضی اراکین خود را داشتن، اراکینش مجمع عمومی ملل متحد بود یا مثلا شورای امنیت بود یا شورای اقتصادی بود، شورای اجتماعی بود یا مثلا دادگستری بود یا مثلا این همه چیزا مربوط به ملل متحد میشد. ملل متحد از اینا پرسان میکرد، باید پرسان میکرد. اینا در منشور ملل متحد امضا کردن که چیزایی که در منشور ملل متحد ذکر شده در رابطه با ملت ها، در رابطه با حکومت ها و دولت ها و جغرافیایی که پیشتر استاد سادات به او اشاره کردند که تقسیم شدن، عرب تقسیم شد، عجم تقسیم شد، به قومیت، به مذهب، به تا به جغرافیا و به زبان و رنگ و رسم و رواج تقسیم شدن. امی اسرائیل هم به این شکل که درست. در یک نقطه بسیار اساس بین افریقا، آسیا و اروپا قرار داره، یک نقطه استراتژیک است، عین مثل افغانستان که در آسیا قلب است، امی بنی اسرائیل در اوج قلب است و خداوند به می خاطر یکی بیت الله را و یکی بیت المقدس است، امی دو جای دو نقطه توحید و رسالت و دعوت انتخاب کرده که از آسمان هم امی انتخاب است به او جای مقدس. کدام جای میگیم؟ جایی که خداوند رو به تقدس به او قائل است. تقدیس چی است؟ مبارک بودن و مبارک بودن بیت المقدس و بیت الله هر دویش مقدس است، به دست انبیا جور شده و نگهبانیش باید مردم درست بکنن. این چندین بار بنی اسرائیل از اونمو حد و حدود خود گذشتن، یعنی به غلو رسیدن، به جایی رسیدن که خداوند باید قهر خود بالای از اینا نازل میکرد و چندین بار اینا یعنی هیکل سلیمانی را خداوند در قرآن میگه ما یا تکه تکه کردن توی قوم آمد. هیکل سلیمانی که به دست یک پیغمبر ساخته شده بود و این نماد شان و شوکت و عظمت و بزرگی بنی اسرائیل نشان میدادن، برشان گفتن که در خانه هایتان داخل شدن، در خانه داخل شدن یک فوج، یک قطعه نظامی چی رو وانمود میکنن؟ تا به این اندازه شما به عزت شدین، چرا شما از ما روگردان شدین؟ ما هم از شما روگردان شدم. برمیگردم به شما، خیلی ممنون. آقای دکتر سادات، قبلا همه نگران این بودند یا احتمال میدادند که آنچه در خاورمیانه بین اسرائیل و محور مقاومت میگذره روزی خواهد انجامید به جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل. آیا این حملات اخیر مقدمه بر یک جنگ تمام عیار بین این دو قدرت هست و یا نه برعکس این اتفاقات سبب خواهد شد در سطوح دیپلماتیک توازن قدرت فرو بکشه یا کم شوه میزان تنش های خاورمیانه؟ متاسفانه از قرائن قسمی که معلوم میشه به طرف بزرگی روان است، یعنی بسیار گشاده خواهد شد این وسعت از این جنگ، بالاتر از این سطح منطقه کشورهای دیگه ممکن است درگیر شوه در این و این جنگ. ایران هم تنها ایران نمیمانه و ایران هم حامی های خود داره. ایران فعلا با خود به اصطلاح روسیه را داره، ایران در یک حمایت بزرگ قرار گرفته، فعلا حالتهای وسایل دفاعی را که فعلا ایران به اختیار داره میره هم برش روسیه داد و این جنگ به این محدوده نمیمانه. همونطوری که ایران دوباره پاسخ خواهد داد، حمله خواهد کرد به اسرائیل، بدون شک ایران خاموش نمیمانه و از وسایل مختلف راه های مختلف ممکن استفاده کنه، مثل که دفعه های قبلی هم عین کار را کرد و لبنان هم در حمایت اینا هست، فعلا سوریه هم در حمایتشان است، بخش از عراق هم در حمایتشان است و این وسعت جنگ بزرگ شده میره و بالاخره اگر از این بزرگتر شود ممکن است که پای روسیه و حامیای دیگه بزرگ ایران هم داخل شود. درست. و همچنان احتمال پس باید داشته باشه که پای حامیان بسیار واضح اسرائیل هم کشیده شود به منطقه که حالا ظاهرا کشیده شده. پس آمریکا و بریتانیا تلویحاً و در یک جای تلویحاً جای مستقیماً ایران را تهدید کردند که دیگر پاسخی به این حمله اسرائیل نباید داده شود و خیشتنداری شود، در غیر آن صورت ما به دفاع همپیمانمان برخواهیم خواست. این به چی معنا است و اگر ایران حمله بکنه به اسرائیل این بار چه اتفاق خواهد افتاد؟
خب بدون شک مستقیم و غیر مستقیم تا به حال هم حمایت کردن. امی لحظه و امی آن هم سلاحایی را که اسرائیل استفاده میکنه مثل که اوکراین در مقابل روسیه استفاده میکنه اکثرا سلاحای امی کشور هاست، خاصتا امریکا و بریتانیا، بدون توقف تا به حال برشان اسلحه و وسایل رساندن، تکنولوژی را به اختیارشان قرار دادن. در اوجه هم امی به اصطلاح مسابقه غیر سالم جریان داره و ما و شما از چندین دهه به این طرف شاهد ازی هستیم که همیشه جنگ افروزی یک وسیله بزرگ بزنس این دو کشور است. درست. اما تاوانش را که مردم غزه و لبنان و سوریه دارن میپردازن و آوارگی در روزهای اخیر به اوجش رسیده و کشتار در اون مناطق همچنان، فکر میکنین باید همچنان کشتار در خاورمیانه ادامه پیدا بکنه؟ نباید یک آتش بسی، یک فروکشی، تنشی، یک آرامشی بر بگرده به خاورمیانه از نظر شما؟ بدون شک خواست انسانی همی است، ولی اینا هیچگاه به خواستهای انسانی تمکین نکردند. سازمان ملل به اصطلاح صرف یک نام است و در حقیقت حامی منافع امینا و در این اواخر عملا تثبیت شد که دیگه اعتبار خود از دست داد. نه صدای عین حالت را که ما و شما با حالت ناتوانی خود داریم تقبیح میکنیم، ملل متحد هم اعلامیه میتوه تقبیح میکنه و هیچ ولی نباید چه کار کنه ملل متحد؟ ملل متحد میتونست تحریم بکنه اسرائیل را، ملل متحد قوانین داره، اما نخواست، نتانست و تا فکر کنید که سرمنشیش اجازه نداد که به کشور اسرائیل سفر بکنه، فقط با اینمی که اعلامیه داد خلاف از اینا اسرائیل برش واضح گفت که نمیتونید اینجا داخل شدید، نمیتونید اینجا بید. فکر میکنید به دلیل نفوذ محکم متحدان اسرائیل در سازمان ملل هست؟ بله بله، سازمان ملل در مجموع یعنی از زیر اثر قدرت‌های بزرگ است، خاصتا آمریکا و بریتانیا و فرانسه در اونجا رول خود داره و همین سه کشور فعلا هم شدیداً حامی همین کارهای غیر انسانی اسرائیل است و همه روزه برشان وسایل میرسانن، سلاح میرسانن، تیاره های بسیار مدرن برشان میدن، بی پیلوت به حساب اختیارشان دادن. بدون شک ای جنگ بسیار بزرگ خواهد شد، فکر میکنم از حد خود میگذره و من ایت باور ندارم که ایران هم خاموشی خود اختیار بکنه و از این اخطارها گویا به اصطلاح راست بکنه. تشکر. جنگ به حد نرسیده که حالا دیگه به حساب از این و بعد ایران توقف. خیلی ممنون، برمیگردم به شما. آقای صادق، اگر این جنگ بزرگتر شوان گونه که دکتر سادات باور دارند، از نظر شما چی بر سر منطقه و حتی جهان میایه؟ یقینا ملل متحد حیثیت حقوقی خود، سیاسی خود، اجتماعی خود و اخلاقی خود از دست داده. نزدیکی؟ نزدیک همه جهان. درست. چیزی را که ملت ها میخواست این ملل متحد نیست. ملل مانده، متحدش مانده، البته ملل اما تو تکه تکه و پارچه پارچه است. اصلا کشورهای بزرگ جهان هم در رابطه با اقوام و ملت های عقب مانده و گشنه و مریض و بیچاره هم چیزی نکردن، یعنی با همه قدرت و ذخایر بزرگی که در امریکا وجود داره، در اروپا وجود داره، در آسیا وجود داره، فقر و تنگدستی و بیچارگی داد میزنن. ملت ها دیگه به سطوح آمدن و فکر میکردن که ملل متحد با منشورش، با کنوانسیون هایش، با اعلامیه هایش، با شعار هایش شاید غم ما را بخوره، شاید بعد از جنگ اول و دوم جهانی که همه تلفات، زیادترین تلفات مردم داشتن، زمین هایشان، وجود فیزیکیشان، حیاتشان، آبرو و عزتشان، مناطقشان همش در خطر بوده، ولی ملل متحد در 75 سال یا از زیاد چیزی را که باید میکرد نکرد. بعد از این هم کاری نخواهد. بعد از این هم به این خاطر نمیتونه که ما جنگ 75 ساله بین فلسطین و اسرائیل ها را دیدیم، ما جنگ های داخلی بین کشورها را دیدیم، ما جنگ بین دو قدرت نظامی و سیاسی
مسلمان ها که ایران و عراق بود ما دیدیم، ما جنگ ها را در افغانستان دیدیم، ما حملات روس ها را بالای افغانستان دیدیم، ما تنش ها در خاورمیانه و بین کره شمالی و جنوبی دیدیم، ما جنگ های ایران و پاکستان بعد از جنگ دوم جهانی و تاسیس ملل متحد و شورای امنیت که دیدیم. اگر بگوییم که همه جنگ ها را یک احصایی دقیق شوه بعد از جنگ اول و دوم جهانی جنگ های در منطقه و در جهان صورت گرفته، درست. فکر میکنم که خسارات زیاد است. یک نکته آقای صادق، اگر این جنگ بزرگتر شوه و کشورهای بیشتری را درگیر کنه، طی سالهای اخیر هموار انتقاد بر کشورهای عربی در منطقه بوده که به جایی که کنار فلسطین بیستند از اسرائیل گاه دفاع کردند، اما طی حمله اخیر اکثریت کشورها مثل امارات متحده و چند کشور دیگه عربی اسرائیل را محکوم کردند. فکر میکنید اگر این جنگ بزرگتر شود کشورهای عربی و در کل کشورهای اسلامی کدام طرف را خواهند گرفت؟ من فکر نمیکنم که اینا به پهلوی فلسطینی ها استاد شوند و یا از دعای بر حق فلسطینی ها دفاع بکنند. چرا که ممالک اسلامی را ما میبینیم. شما که گفتید جنگ کفر و اسلام است. خب جنگ کفر و اسلام، مگه اینا اسلامی نیستی کشورها؟ نه، اسلامی خواست، ما خو میبینیم که اسلامی است و در اینجا به نام کشورهای اسلامی است، ایده ای چک نیست، ولی دایره که در رابطه با فلسطین و بیت المقدس باید داشته باشه و دایی بسیار بزرگ است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدون جنگ و خونریزی این کلیهای بیت المقدس برش سپرده شده، از دست به دست همین یهودی‌ها برش سپرده شده. اصلا میخوایم یک چیز دیگر اشاره بکنم که پیشتر یک سوال هم شد و او این بوده که دیده شوه، فکر میکنن بعد در بعضی بحثا میبینیم و میشنویم که سیاسیون میگه که گلپرانی کردن. نخیر برادر، گلپرانی رقم نمیباشه. جنگ بین ایران و اسرائیل گلپرانی نیست، یه جنگ است که آلی کشورهای بریکس پالو یکی دیگر نزدیک میشه، فارمتی مسکو نزدیک میشه، کشورهایی که در سازمان شانگهای اقتصادی نزدیک هستند با هم نزدیک میشه، جهان به دو قطبی و سه قطبی شدن نزدیک میشه، جهانی که بریکسی که از برازیل گرفته، از افریقای جنوبی گرفته و بزرگترین نفوس جهان که عبارت از هند و چین و روس است، آلی در حالت بروز است، حال میخواهد که قدرت بزرگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی در پای آخر نظامی شد. و غرب را به چالش بکشن؟ بکشه. و امریکا را، دلارش، اقتصادش، عدالتی که اجتماعی و عدالت اقتصادی را که در جهان نتانست توازنش را نگاه بکنه و امو مرکب را که بیاده بیماف تا به 38 سال امریکا میخواسته کج به منزل برسانه، او در حال غلطیدن است. به مخاطر لازم است که یک قدرت بزرگ دیگه هم بروز بکنه تا می بار به منزل برسه و این میشه در بعضی تنش ها و جنگ ها و یا اینا گپ مده کجا بوده؟ این بوده که نبض دیده میشه صاحب. در دو حمله ایران بالای اسرائیل حمله کرد و نبض ایرانی ها دیده شد در این جنگ و آل یک بار اسرائیل بالای ایران حمله کرده، نبض دیده میشه کیها پالوی کیها با کدام اندازه استاد میشه و جنگ های بعدی که سادات صاحب اشاره کرد و این توصیه پیدا میکنه و از خاورمیانه حتی با آسیا و همه جهان شاید این انتشار بکنه و این جنگ های شمشیر و تفنگ دیروز نیست، این جنگ های تکمه و این جنگ های راکت های کارپیماست. با اول لحاظ فکر میکنم که بشر در یک ورطه به حد خطرناک قرار داره، اگر مهار نشه این فاجعه بزرگ جهانی را به وجود میاره. خیلی ممنون. این که از احتمال وقوع فاجعه بزرگ در جهان و یا فروکش کردن تنش در خاورمیانه چه راههایی براش وجود داره، پاسخش را بعد از میان برنامه کوتاه خواهیم جست. باز هم سلام آقای دکتر سادات. حالا اگر قرار باشه جنگ بزرگ منطقه و جهان را تهدید بکنه، باید حالا اگر چند هژمونی هم شوه نظم جهان و اگر دو قطبی هم شوه، بالاخره کشورها باید به دنبال مهارش باشن. اگر یک چنین اراده وجود داشته باشه در همه کشورها یا شماری از قدرت ها، اون راهی که میتونه به فروکش کردن تنش در خاورمیانه و صلح در منطقه، اینکه فلسطینی ها هم بتونن کشوری باشن و اسرائیل هم در وضعیت خودش باشه، او راه ها از نظر شما چه است؟ در کل
مردم جنگ نمیخواه. این قدرت های بزرگ است که به خاطر اهداف و پلان هایشون خودشان جنگ را به اصطلاح رقم میزنن تا بتانن و اهداف نفوذی خود از هر لحاظ برسن و خود را بیشتر از امروز سرمایه دارتر بسازن. اما شما در عین حال ایران باید از نظر نیندازیم که ببینیم ترکیه هم یک کشور اسلامی است و بخش از ناتو است، اما روابط آن قسمی که لازم بود و است دیگه به اون شکلش نمانده. ترکیه هم حالت خود میفهمه و حالت های دفاعی خود قوی تر ساخته رئیس. با مجرد که پای روسیه نزدیک شد در روابط با ترکیه، شما دیدین دیروز پریروز به حساب برش اخطاریه های دیگه را باز صادر کردن که افراد از کردستان روان کردن که حملات تروریستی را در اونجا سازمان بدن. در کوشش از این هستن که مثلا ترکیه را هم همزمان نارام بسازن و مصروفش بسازن با این حالتی که نتانه با دیگر را برسه. و بهترین گپ بخیال برای تمام کشورهای منطقه ای است که از این حالت کرده که به اصطلاح انگلیس ها یک سیاست دارن که اندیویجوال یا تنهایی هر کس را یک سی گوشه گیر میکنن، میزنن دیگر را خود خاموش میگیرن که من ندیدم یا مرا غرض نیست. این حالت نادرسته به خاطر سازمان دادن که در بعض از کشورها اینا در خاصتا در کشورهای عربی نماینده های خاص خود دست نشانده های خاص خود در قدرت رساندن و از اون آهی خاطرشان جمع است. من جمله شما موجودیت اردن را در کنار از اینا میبینید که دو سه بار قبلی هم راکت ها یا به اصطلاح طیاره های بی پیلوت ایران را مانع شد از فضای خود و حتی خونسا ساخت و او به اشاره مستقیم انگلیس ها کار میکنه در منطقه. حاضر قیاس مثل از دو کشورهای دیگه هم در همون جزایر عرب وجود داره که بدبختانه به اشارات از اینا کار میکنه، ولی این به نفع نه از اونا خواهد بود و نه به نفع کشورهای منطقه، چون اینا رو یک یک گوشتوی بیته به اصطلاح و خود به اهدافش میرسن. از دل هاست بهتر است وحدت خود نگاه بکنن بر مقابل هر صدایی که از اونجا بلند میشه، اگر متحدانه جواب گفته بتانن به نفعشان خواهد بود. در غیر از او واقعا در این چشمانداز واحدی که شما میبینید جناب آقای سادات، این وحدت شامل چه کشورهایی باید باشه؟ کشورهای اسلامی باید باشه، کشورهای عربی در کنار ایران باید باشه، و یا کلن آنچه که امروز به عنوان یک قدرت، یک سامانه و یک نظم جدید علیه غرب و آمریکا قلمداد میشه، از جمله نشانهاش در بریکس شانگهای است، این گونه متحد شوند از نظر شما؟ بهترین سیاست را اصلا فعلا چین پیش میبره. از لحاظ اقتصادی کوشش کرده که حامیای خود در سطح جهان داشته باشه اما خودش خود در جنگ ها دخیل نساخته، ولی میگه که اگر منافع مرا آمریکا در جای صدمه بزنه باز تا سرحد دفاعش هم میرم، یعنی او هم خاموش نمیمانه. و آمریکا خاصتا اروپا را که نخواست به حیثیت قدرت دیگه در مقابلشان به حساب قدرت اقتصادی شوه، اروپا را در قدم اول از هم پاشید، دوباره انگلیس را از اروپا جدا ساخت. یکی از سیاست های ابتداییش بود که نمیخواست مثلا باز دوباره اینجا جرمنی سر پای خود استاد شد و جرمنی به اصطلاح حرف اول را بگوید در اقتصاد. امی وحدت یونیتی اروپا را از بین برد. در قدم دوم امی وحدتی که فعلا در اوجه با هم یک جا شده به خاطر از اینکه از این به بعد اما جنگ ها دیگه کنار میره و اقتصاد حرف اول میزنه، بنان چین در تمام دنیا فعلا کشور اول است که از اقتصاد صحبت میکنه و کشورهای بزرگ جهان قرضدارش است به اصطلاح از لحاظ اقتصادی و تکنولوژیش بسیار بلند رفته. حاضر قیاس هندوستان با نفوذی که داره و تکنولوژی که پیشرفت کرده لحاظ علمی کشور دوم بعد از چین است. اینا وقتی متحد روسیه شدن، شما باور داشته باشین که 60% جهان امی لحظه کاملا با بریکس وصل شده و این در حالت افزایش است. و ما تا دیروز در بعض از چای تصویری دیدم که افغانستان در هم مرکز ثقل قرار دارن، در مرکزیت پول خود نام افغانستان هم چاپ شده با بیرق ملی افغانستان. و این بسیار زیاد اینا را پریشان ساخته که روی هم رفته بدون جنگ اینا دارن بعضی کشورها را در منطقه از دست میتن، من جمله افغانستان را. به او خاطر اینا در تجدید جنگ بگم کوشش خواهد کردن که جنگ را وسعت بتن تا مصروف نگاه کنن و اقتصاد بعضی کشورها را تضعیف بسازن تا بتانن اینا به اهداف خود برسن. سپاسگزارتان، برمیگردم با شما آقای صادق. آنگونه که پیشتر اشاره کردین، حالا نبض ها
دیده شد. بله. کی با کی است؟ خب بعد از این معلوم میشه که کی با کی خواهد بودن، ولی مهم است که کشورهای اسلامی تحت دایه اسلام و تحت پرچم اسلام و تحت ارشادات اسلامی که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این حکم خداوند است، انما المؤمنون اخوه، شما برادر هستین، ما باید یکی شویم. اگر بلاک شرق جور میشه، بلاک غرب جور میشه که آلیدی موجود است فعلا ناتو، و یک بلاک دیگه جور میشه، ما مسلمان ها در قبال مسائل اسلامی، اخلاقی و دینی خود در مقابل مردم خود، اضافه 32 کشور تنها در افریقا وجود داره، ما مسلمان ها چی؟ حتی بید یک پرانتیز باز کنید، افغانستان رو اینجا شریک بسازید. با توجه به اینکه افغانستان ظاهراً سیاستش اقتصاد محور در زمانت امارت اسلامی اعلان شده و زیاد هم طرف نبوده، فکر میکنید با توجه به مسلمان بودن اکثریت مردم افغانستان و اسلامی بودن این نظام افغانستان، باید سیاست در قبال قضیه فلسطین و نبرد خاورمیانه بسیار روشن باشه؟ بله، به لحاظ اخلاقی امارت اسلامی از حمله ایران بالای اسرائیل گفتن که مشروع بوده و دفاع کرده به اساس اونمو دیدگاه اسلامی که داره. درست. و میایم سر ازی که مثل که سعادت صاحب اشاره کرد، یقینا از روش و طرز العملی که فعلا جهان تقاضای از او را داره که او عبارت از اقتصاد محور بودن است، او را از چین آموختن، یعنی هند هم آموخت که اگر مانند چین سالهای سال در پای اکنامیک وار نمی بودیم، نه روس می بود، نه امریکا می بود و نه انگلستان، حال جهان در یک آرامشی کلی بسر می برد، اقتصاد همه جهان رشد می کرد، امی همه قدرتی جهان یا فکر و سیاست و اقتصاد و منابع بشری و منابع زیرزمینی و منابع و انرژی آسمانی، اگر آفتابی است، اگر آبی است، اگر هوایی است، هر چیزی که است، در خدمت مردم می بود و تحت قیومیت ملل متحد باید می بود، که این گونه نشد. امریکا دست به یک سلسله اعمال و اغراض شیطانی و عجولانه زد و می خواست که بعد از فرو ریختن اتحاد جماهیر شوروی همه جهان باید زیر شکم خود بیاره، که او را کس امرایش نپذیرفت، نه افغانستان، نه روسیه و نه کشورهای دیگه. به اون لحاظ من گفتم میتونم که آل جهان یقینا به لحاظ کشورهای سازمانهایی که سازمان بریکس یا شانگهای یا فرمت مسکو یا در افریقا یا در آسیا آهسته آهسته شکل میگیره. شما از کشورهای مسلمان نام بردین، ببینیم که وضعیت اقتصادی ما، وضعیت عقیدوی ما، وضعیت سیاسی ما با کدام طرف رجحان داره، ما باید با کی استاد شویم. هنوز هم فیصله نهایی نشده که مسلمان ها با کی استاد میشن، کشورها اسلامی با کی استاد میشن، در حالی که ده ها سال میشه که از غرب و از امریکا تغذیه میشن. آیا میتونیم که تحت یک رهبری واحد ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصاد محور تحت چند کشور یا یک کشور ما بچرخیم و بالاخره اعظمو سیطره نظامی و سیاسی و اقتصادی کشورهای غرب و خصوصا اسرائیل که نزدیک ماست از این خلاصی پیدا بکنیم؟ طبعا. شما ببینید، ما دیدیم اخیرا هم سازمان همکاری کشورهای خلیج فارس هم که نشست داشتند با اتحادیه اروپا، ظاهرا علیه ایران و سیاست‌های ایران روی کرد داشتن، از جمله ای که جزایر سیگانه را باید ایران ترک بکنه. با توجه به این تحلیل‌ها، پاسخ تحلیلی شما به همین پرسش خودتان که آیا کشورهای اسلامی متحد خواهند شد یا نه چی است؟ میشوند؟ خب اگر شوند، اگر شوان، یعنی آرمانی است دست شما دوست دارید که این گونه شوه، اما مطمئن نیست، مگر آرمانی است، مگر ما با یک پلتفرم، با یک نظر، با یک سیاست، با یک هدف و یک استراتژی مستقلی که باید کشورهای اسلامی از خود داشته باشه و اثر بگیره از قرآن عظیمشان، از اینکه بر قرآن عظیمشان برای مسلمان ها گوشزد میکنه، اگر شما با هم بپاشین، با هم بجنگین، شما ضعیف میشین و کشورهای دیگه بالا
برای شما متعرض میشه و شما را به اندازه میشه. این خیلی یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که کشورهای کفری با کشتار دست جمعی مسلمان ها و غصب زمین ها و اقتصادشان به شکل دیگه ممالک دعوت میکنن، مثل که به یک دسترخوان مردم دعوت میدین. با اول لحاظ اگر ما یکی نشیم، هم فکری هم سویی و از پیدا نکنیم و از بعضی جنجال های مذهبی که ای شیعه است، ای سنی است و ای بریلوی است و ای دیوبندی است و بعضی افکار تصوف و از یاد نگذاریم و به یک توحید چنگ نزنیم، فکر میکنیم که ما امیال هم در دست خارجی هستیم، در آینده هم خود در زیر سیطره و دست خارجی ها عمل خواهیم. خیلی ممنون. به جنبندی برمیگردم. و اول جنبندی شما جناب آقای سادات، با توجه به اینکه آمریکا فعلا بازیگر اصلی در تمام این روندها هست، چند روز آینده انتخابات مهم آمریکا خواهد بود و شاید از لحاظ تحلیل سیاسی خیلی بی ربط نباشه این پدیده ها حتی در خاورمیانه به انتخابات آمریکا، فکر میکنید چقدر ربط داره؟ در جنبندی بگید و بعد از انتخابات آمریکا چه خواهد شد؟ من مطمئن هستم که بعد از انتخابات آمریکا جنگ ها تقلیل خواهد یافت، چون قبل از اینکه هر یک از احزاب اگر روی قدرت بیایه؟ نه خیر، اگر ترامپ به قدرت برسه، قسمی که خودش از قبل اعلان کرده، در این دو جبهه جنگ را به حساب تقلیل و حتی از اوکراین خوب کلی قاطعانه گفت که توقف میده جنگ را در اونجا. و به خاطر است تا به حال 5-6 دفعه آقای ترامپ مورد حمله تروریستی قرار گرفته ولی جان به سلامت برده. کوشش دارن که مثل جان کنیدی واره اینا را هم از بین ببرن و چون نفوذ زیاد داره فعلا در بین 52 ایالت آمریکا، بالاتر از 69% یادم پیچی کرده و 69% تقریبا اکثریت کشور میشه. به اون خاطر اینا تلاش دارن که یا او را اگر دموکرات ها روی قدرت بیان چه خواهد شد؟ جنگ ادامه پیدا میکنه؟ متاسفانه چون عین پالیسی را اونا پیش میبرن و او معاونش است و در این دورانی که آقای بایدن سر قدرت آمده، در مجموع جهان به شمول افغانستان و کشورهای منطقه و تا روسیه و اوکراین و اینجا به حساب نارام ساخته شد. چندم بار در خود کشور ترکیه کودتاها سازمان داده شد. متاسفانه ما شاید از این هستیم که اونا بیشتر سیاست جنگ را ترجیح میتن تا آرامش. چند جمله آخر، هرچند آقای ترامپ خیلی ضد ایرانی تر از آقای بایدن و بقیه قلمداد میشد، شما فکر میکنید سیاست چیز دیگه است؟ کاملا سیاست چیز دیگه است. سیاست بر حسب منافع و مصالح پیش میره و او میفهمه، چون آدم اقتصاد میفهمه، تاجر است و آدم میفهمه که این به نفعشان تمام نمیشه، برلاوی که ساحه نفوذ سیاسی خود از دست میتن، ساحه نفوذ اقتصادی خود هم در جهان خردتر میسازن و ایران مثل که ایران در بریکس شامل شده، شاید کشورهای بیشتر از منطقه را از دات عرب از دست بتن که شامل برنامه اقتصادی بریکس شوند. به اون خاطر اون فکر نمی کنم که جنگ تداوم بده. سپاسگزارتان. و یک دقیقه جنبندی شما جناب آقای صادق، تأثیر آنچه در جهان و منطقه میگذره بر افغانستان چی است؟ بر افغانستانی وقتی که در جهان میگذره، بالای همه جهان است، همه ممالک، همه انسان ها، همه زمین و همه کره خاکی بالای بمب های بزرگ هستوی، هیدروژنی و نایتروژنی واقعی است و حق قرار داریم و تکمه هایشان به دست مردم هایی که خود ترامپ میگه من دیوانه هستم، به دست مردم های دیوانه است. لطفاً ملل متحد باید در این مقطع حساس زمانی مسئولیت و انسانی و اخلاقی خود در قبال همه مردم جهان، چون که ملل متحد است، ادا بکنه. امی که ادا نکرد در طول 70 و 75 سال، ایران آلدار قدرت نظامی بزرگ در منطقه میشه، پاکستان قدرت اتمی است، هند یک قدرت اتمی است و کشور
ابزارهای خرد و ریزه در تلاش عزیز به خاطر دفاع از خود باید اتم داشته باشه، قدرت بزرگ نظامی داشته باشه تا در مقابل دشمنای خود استادگی بکنه. اگر ملل متحد این مسئولیت ادا نکنه، یقینا مسئولیت بزرگ ازی در بگردن ملل متحد است که نتونست مسئولیت خود در قبال سیاست‌های جهان و مردم جهان ادا بکنه. تشکر سید عبادالله صادق، آگاه سیاسی که در استودیو تشریف داشتید، و دکتر سید زاکر شاه سادات، آگاه رابط بین الملل از طریق سکایپ. ممنون بابت حضورتان در برنامه و سپاسگزار شما که بیننده این بحث بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.